سلام دوستان، سهر هستم. به چند ویدیو من خیلی خیلی خوش اومد. توی این ویدیو قراره که تاثیر دو تا پلاگین رو، یعنی مولتی بند کمپرسور و لیمیتر رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که چقدر اینها موثر هستن در کلیت کاراکتر صدامون و چطور میتونیم با استفاده از اونها یه کاری بکنیم که هم صدامون توی یه سری از بخش و یه سری از فرکانس‌ها یه خورده کنترل شده تر باشه و هم با استفاده از لیمیتر اون صدامون رو بیان در واقع ببندیم روی یک عددی و باعث بشیم که از اون میزان بیشتر نشه این صدا. پس با ما همراه باشیم ببینیم که باید چیکار کنیم. بعد از اینکه ما ساتوریشن، اکولایزر و کمپرسور رو اعمال کردیم، حالا وقتش رسیده که یک کنترلی روی یک سری بخش از گیتار داشته باشیم که بهتون میگم که اونها چی هستش. من با استفاده از یک پلاگینی که از پک ویوز هست به اسم C4، یه مولتی بند C4، عملا مولتی بند تا کارشون اینه که میتونن بازهای فرکانسی متفاوت رو یه کنترلی بکنن، حالا یا میتونه مثلا کمپرسشون بکنه یا میتونه سایدچین بکنه و خیلی اتفاق شبیه به همین که ما اینجا عملا بیشتر میخوام از اون پارت کنترل کنندش یا کمپرس کردنش مقداری استفاده بکنیم. خب اگه دقت بکنید یک فضای جالبی داره این مولتی بند C4 و چیزی که من ازش میخواستم استفاده بکنم فرکانس بین 92 هرتز تا 350 هرتز بوده. یعنی من اومدم بخش لوام رو گذاشتم رو 92 و بخش، یعنی قسمت اول این سکشنم رو گذاشتم رو 92 و قسمت دوم رو گذاشتم به 350 و بقیه قسمت ها رو اومدم بایپاس کردم. ببینید، یعنی غیر فعالش کردم. این به این صورت بوده، من گفتم من قسمت پایین رو اصلا باش کاری ندارم، این قسمت مید فرکانسی یا مید های فرکانسی رو به اصطلاح باش کاری ندارم و های فرکانسی من کلا نمیخوام هیچ تغییرش اعمال بشه. این قسمت، حالا اصلا چرا اومدم این کارو کردم؟ ببینید این قسمت عملا یه مقداری بخش مید رنجی تقریبا میشه گفتش که خیلی جذاب نیست برای گیتار و یه خورده میکستون رو عملا خراب میکنه از نظر کلی کار و یه مقداری حامی استفاده اضافه میکنه تو کاری، خورده جذاب نیستش این قضیه. خب اومدم چیکار کردم؟ یه مقدار این بخش رو کنترلش کردم، یعنی فرکانس بین 92 تا 350 خورده کنترلش کردم و این قسمت زمانی بیشتر بول میشه که گیتارتون پال میوت میزنه و باید خیلی محتاط باشید نسبت به این قضیه. چرا؟ چون من توی اکولایز این داستان هم اومده بودم یه خورده این قسمت رو تضعیف کرده بودم منفی یکی، پس باید حتما با استفاده از این C4 که اومدم اینجا گذاشتم یا مولتی بندی که اومدم اینجا گذاشتم یه مقداری باز محتاط‌تر عمل بکنم که خیلی از دستم در نره این داستان، چون اگه خیلی اوور بخوام من اینو کمپرس بکنم بعد باعث میشه که صدای گیتارتون دیگه اون قدرت و جذبه رو نداشته باشه واقعا. حالا یه سری تنظیمات اومده اینجا اعمال شده، اینکه من رنج این داستان رو منفی 8 گرفتم، یعنی گفتم تا عدد منفی 8 امکان کاهش این داستان وجود داره، یعنی تا محدوده منفی 8 دسیبل میتونه این قضیه کاهش پیدا بکنه. حالا این میزان کم شدن به چی بستگی داره؟ به اون ترشهولدی که بعد میام در نظر میگم، یعنی این خطی که اینجاست که در آخر بهش میرسیم. اتک و ریلیس رو هم تقریبا میشه گفت، حالا نمیشه گفت خیلی فست، یه خورده اوکی تا در نظر گرفتم که خیلی سریع این داستان نیافته و یه کوچولو فاصله داشته باشه با اون اعمال پروسس خیلی سریع کمپرسور که اون شده عدد 16 و 25 میلی ثانیه به عنوان ریلیس بوده که دوباره کمپرسور این داینامیک صدا رهاسازی بشه و کمپرسور صدا رو به حالت اولیه خودش برگردونه. حالا این ترشول رو تا حدی زیاد میکنم که یه مقداری این بخش کنترل بشه و اون خطی که در واقع روی نقطه سبز وجود داره یه مقداری حرکت به سمت پایین داشته باشه. خب با هم دیگه بشتمیم و فوکستون رو بذارین رو قسمت‌های پال میوت گیتار بیشتر، یعنی جاهایی که گیتار به صورت خفه داره ساز میزنه. دقت کردیم وقتی که به خصوص تو بخشی که پال میوت زده میشه این بیشتر حرکت به سمت پایین داره، باعث میشه که کلا یه کنترل نسبی اوکی تری داشته باشیم روی این قسمت و پال میوت هامون هم بیشتر نزدیک بشن به کلیت صدا، خیلی بیرون نباشه صداشون که اذیت بکنه ما رو. خب حالا یه دو قبل و بعدش رو بشنویم. البته من اینو کپی میکنم روی اونیکی گیتار چون دقیقاً اون گیتارم با همین داستان پخش شده، چیز ضبط شده و حالا با هم دیگه چکش میکنیم دیگه. یعنی من این رو اگه بیارم میکسرم رو از اینجا میام در واقع این C4 رو با آلتو نگه میدارم و اینو میکشمش درگش میکنم روی این قسمت که کپی بشه و حالا با هم بشنویم و ببینیم که این قضیه باشه و نباشه چقدر داستان تغییر میکنه. اول قبل از پروسس We'll be right back.
بیشترین تمرکز باز کاملا مشخصه روی همون پالمیوتا هست، یعنی پالمیوتا به هم دیگه نزدیکتر میشن، یه جورایی به اون ریف اصلی داستان صداشون نزدیکتر میشه و خیلی دیگه بیرون نیستن، کنترل روی این صداها بیشتر میشه. خب همین اتفاق رو میام حالا روی کواترک و اینها هم در نظر میگیرم. اینجا فکر میکنم خیلی باید مثل همان تقریبا خیلی تغییر نمیکنه، ممکنه تغییر جزئی داشته باشه ولی خب من فکر کنم کپی کردم همه رو چون عددا کاملا مثل همه. حالا روی این 4 تا ترک با هم دیگه بشنویم، یعنی 4 تا گیتاری که ضبط شده قبل و بعدش رو با هم دیگه چک کنیم. اول قبل میبینید چقدر تفاوت بیشتر خودش رو نشون میده، میگم چون تعداد لاین ها بیشتر میشه این قضیه هی بولتر و بولتر میشه و شما خیلی راحت‌تر میتونید اون تغییری که به صورت کلی اعمال شده رو بهتر حسش بکنید. بریم حالا تو کل کار و ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته. من اینا رو از حالت میوت در میارم، دوباره میکسر رو باز میکنم و لاین هایی که داشتم رو انتخاب میکنم و C4ش رو در واقع غیر فعال فعال میکنم. اول غیر فعال. اگه دقت کنید کاملا مشخص ببینید زمانی که این غیر فعاله پالمیوتا خیلی بیرون ترن، یعنی کاملا تو موزیک خیلی شنیده میشن و یه مقداری شاید اوور شنیده میشن نسبت به اون ریف اصلی و مین ریفی که گیتار داره میزنه، ولی وقتی فعال میشن همه با هم توی یک مسیر میرن، یعنی کاملا صداها یک دستر یک دستر میشه. اوکی، حالا که فهمیدیم سی فور چطور کار میکنه میریم سراغ بحث لیمیتر و شروع میکنیم. حالا لیمیترها رو فعال کردن، من دو تا ستاپ متفاوت واسه لیمیترها هر کدوم در نظر گرفتم. گیتار دابلم در واقع اومده تا منفی 10 و گیتار کوادم اومده منفی 11. در مورد لیمیتر هم هر سوالی که باشه یا در واقع اگه اطلاعات کامل تری میخواستین حتما میتونید از طریق اینی که واسه تون میذارم اون رو ببینید و بهتر آشنا بشین با کلیت لیمیترها. و یه نکته دیگه هم بگم که معمولا کواد رو نسبت به گیتار، یعنی لاینی که کواد ضبط شده نسبت به لاین دابل یه مقداری کمتر در نظر میگیرن صداشو که عملا یه خورده اضافه بشه. حالا من اینجا خب برام خیلی مهم بوده و خیلی جذاب بود اون صدا، تفاضلی که این دوتا نسبت به هم دیگه دارن یا عملا تفاوتی که نسبت به هم دارن خیلی ناچیزه، منفی 1 دسیبل کلا، ولی خب خیلی‌ها مثلا تا 5 یا 6 دسیبل هم این تفاوت رو اعمال می‌کنن که صرفا فقط یک صدای رو اضافه کرده باشن به گیتار که یه مقدار کمک بکنه بهش، ولی واسه من تقریبا نزدیک به همن. اوکی، حالا به اتن هم دقت بکنید که اتنتون نهایتاً تا 4 باید باشه، بیشتر از اون صدای گیتار تو ممکنه که دیستورت بشه، گز بده به اصطلاح صدا و یک صدای ناجوری داشته باشین، پس این قضیه رو حتما مد نظر داشته باشین به واسه دیمیترتون. ببینید زمانی که لیمیتر میاد دیگه کاملا گیتار جای خودش رو پیدا میکنه. من واسه همین تو همه ویدیوهایی که توش لیمیتر رو توضیح دادم گفتم سعی کنید همیشه لیمیتر استفاده بکنید، به خصوص زمانی که میخواین یک اولویت بندی برای سازاتون داشته باشین، مثلا بگین این درام، این بیس، این وکال، این مثلا چه میدونم گیتار، حالا هر چیزی، این پد، این پیانو، این ویولون، هر چی، باعث میشه که شما یک میکس تفکیک شده تا از نظر لولی داشته باشین و این خیلی جذاب میشه و کلا کنترلتون به صورت کلی روی کار بهتر میشه دیگه. یعنی شما اگه مثلا دیدین گیتار تو صداش کمه، بیاین لیمیترتون یه خورده کم و زیاد بکنین، اون ستاپش تغییری نمیکنه، یعنی اون اکولایزر، کمپرسور، مولتی بند، سچوریشن، هر چی که اعمال کردین، فقط اون لول صدا با همون کاراکترها و مشخصات یه مقدار میتونه بالا پایین بشه که بهتون کمک میکنه یک کنترل کلی بهتری داشته باشین روی کارتون. دمتون گرم، مرسی که با من همراه بودین. اینها به صورت کلی تمام تنظیماتی بود که من روی گیتارم اعمال میکنم و خیلی باش به جوابای خوبی رسیدم. شما حتما تست بکنید، کپی پیست نکنید، خواهش میکنم. این قضیه باید حتما تست بشه، هر چیزی رو مد نظر قرار بدین و کلا اون استانداردها رو رعایت بکنید تا بتونید به بهترین صدا برسید. ممنون که با من همراه بودین، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. حتما اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنید و چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله هم فعال بکنید تا اگر ویدیو مشابه آپلود شد بتونید استفاده بکنید و
کامنت هم بذارید، قطعا بهش جواب میدم، هر سوالی که داشتین رو بپرسین. امیدوارم که موفق باشید.